سلام و عصر بخیر. بخش خبری این ساعت رو کمی زودتر شروع می‌کنیم تا بتونیم کنفرانس مطبوعاتی براین هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه رو برای شما به صورت زنده پخش کنیم. قبلا خبر رسیده بود که وزارت خارجه آمریکا سازمان انرژی اتمی ایران و علی اکبر صالحی رئیس این سازمان رو تحریم کرده. حرفای براین هوک رو با هم می‌بینیم. سازمان انرژی اتمی ایران بخش قلب فعالیت‌های هسته‌ای ایران هست. ما اونها رو تحریم داریم می‌کنیم و کسی که به صورت شخصی سانتریفیوژهای پیشرفته رو برای غنی‌سازی نصب کرده، او رئیس این سازمان هست. او همینطور یک جشنی رو برگزار کرد وقتی که ایران شروع کرد به تزریق اورانیوم به سانتریفیوژهای IR6. ما در این حال داریم تمدید میکنیم معافیت تحریم برای شرکت‌های خارجی رو که کمک میکنن به برنامه هسته‌ای ایران به مدت 60 روز. ما تمام برنامه‌ها رو در ایران در وضعیت هسته‌ای ایران بررسی میکنیم و آقای پومپو اطلاعات رو از طرف ما دریافت میکنه. شرایط هسته ایران چالش جدی رو مشخص میکنه که وجود داره، که رژیم ایران به جامعه بین المللی داره وارد میکنه، و برای اینکه استانداردهای سازمان ملل رو در مورد اینکه ایران حق در واقع غنی‌سازی رو نداره، اون بر اساس توافق هسته‌ای گرفته شده بود، حالا باید برگرده به همون شکل. ما بارها گفتیم که ما با مردم ایران وایسادیم و نه در کنار رژیم ایران. فساد و سوء مدیریت رژیم ایران فرصت‌ها رو از مردم ایران گرفته و این فرصت‌ها داره در راه جنگ خرج میشه، و همینطور مردم ایران حق دارند که دسترسی داشته باشند به دارو. و من امروز با وزیر دارایی آمریکا، ما بالاخره باید اعلام بکنیم که تونستیم فروش دارو به ایران رو پروسش رو کامل بکنیم. چند ماه پیش گفتیم که با سوئیسی ها بر روی یک کانال مالی داریم کار میکنیم برای کمک های بشردوستانه، و میخوایم از این فرصت استفاده بکنیم و بگیم که برای غذا، دارو و همینطور محصولات کشاورزی راه وجود داره که ایرانی ها بتونن. این روش بسیار خوبی است برای اینکه بیماران سرطانی در ایران بتونن از این کانال داروهاشون رو دریافت کنن. اقداماتی در مورد این کانال انجام شده که مطمئن بشیم که ایران از اون سوء استفاده، رژیم ایران از اون سوء استفاده نمی‌کنه. ما در حالی که می‌خوایم کار بکنیم با مردم ایران و می‌خوایم دارو در اختیارشون بذاریم، دولت ایران اما نمی‌خواد این کارو بکنه. آقای روحانی سال پیش یک نامه‌ای نوشت به وزراش و گفت ببینید چطور شده که 1 میلیارد دلار پولی که برای دارو قرار بود خرج بشه به کجا رفته، و پولی که خرج فنرهای قلب قرار بوده بشه اون هم پیدا نشده، معلوم نیست کجاست. وقتی که این پولها بعداً مشخص شد که خرج خرید تنباکو و کاغذ سیگار شده. ما قطعی اینو نمیدونیم، ولی این نشون میده که این رژیم ایران هست و نه تحریم های آمریکا که مشکلات رو ایجاد کرده برای گرفتن دارو برای مردم ایران. من میخوام از دولت سوئیس تشکر بکنم که کمکمون کردن که این کانال راه اندازی بشه. میخوام در این حال در مورد وضعیت دریایی در خلیج فارس هم صحبت بکنم. در منطقه خلیج اقدامات ما برای بازدارندگی ایران از خراب کردن وضعیت در اونجا پیش رفته. ما امروز در بحرین که مرکز فرماندهی ما در اونجا هست، حالا در واقع بریتانیایی ها کنترل این منطقه رو در دست خواهند گرفت. ما از رهبری اونها ممنون هستیم. ما افتخار میکنیم از اینکه اقدامات بین المللی برای تأمین امنیت خلیج و همینطور تنگه هرمز رو تأمین کردیم. آلمانی، استرالیا، بحرین
عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بریتانیا و آمریکا، ما امیدواریم که کشورهای دیگری هم به ما بپیوندند در این طرح. در این طرح گرچه که این جدا هست از سیاست کارزار فشار حداکثری ما، فکر می‌کنم که جامعه جهانی می‌خواد که تجارت رو مطمئن بشه و رفت و آمد آزاد کشتی‌ها در اون منطقه رو که در واقع تأمین نفت ایران از تأمین نفت جهان از اونجا میشه، مطمئن بشه که امنیت در اونجا برقرار هست. چند سوال رو میتونید بکنید؟ فکر می‌کنید ایران چه حساب و کتابی در ذهنش داره که در عین حال داره در واقع برنامه‌های هسته‌ایش رو بیشتر می‌کنه؟ حتی گفتن که می‌خوان از NPT هم خارج بشن. این به نظر می‌رسه که اصلا خوب نبوده. چرا فکر می‌کنید ایران داره این کارو می‌کنه؟ شما این سوالیه که باید از اون رژیم بپرسید. من نمیتونم گمان زنی بکنم. این رژیم از برنامه هسته‌ای سال‌ها استفاده کرده و وقتی که ما آمدیم ایران در این حال داشت به نوعی کشورهای اروپایی رو میدوشید و میدونید که ایران تعهدات خودش رو بارها و بارها در بر اساس این توافق به هم زده و به همین دلیل بود که ما تحریم‌ها رو برگردوندیم علیه اونها. اما در این حال اروپایی‌ها سازوکار حل اختلاف رو انداختن که در نهایت میتونه تحریم‌ها رو راه بندازه، ولی همین نشون میده که صبر جامعه جهانی در مورد ایران برای اینکه داره برنامه هسته‌ایش رو پیش میبره و بزرگتر میکنه در حال اتمام هست. هیچ نیازی به غنی‌سازی وجود نداره. ما باید به همون استاندارد سازمان ملل در مورد وجود نداشتن غنی‌سازی در ایران برسیم. ما برای اینکه اگه بخوایم از این بحث خارج بشیم، اینکه چقدر فاصله داره ایران، نزدیکتر شده به سلاح هسته یا دورتر شده، ما باید بحث عدم غنی‌سازی در ایران رو پیش ببریم. براین، میتونی به ما بگی که چرا دولت ترامپ این معافیت‌ها رو تمدید کرده در حالی که میتونست این کار نکنه؟ و اینکه آیا فکر میکنید که اروپایی‌ها دارن وقت میخرن با راه اندازی اون سازوکار حل اختلاف؟ آیا شما با اونها صحبت میکنید که فشار بیشتری بهشون بیارید که اقدام بعدی رو انجام بدن؟ این تمدید معافیت‌ها 60 روزه است. هدفش این هست که محدود بکنه در واقع اینکه ایران در زمینه عراق، در عراق به اون در واقع به طرح قبلی خودش بر نگرده و اجازه نده که ایران از در واقع سوختی استفاده بکنه که پلوتونیوم از اون میتونه به دست بیاره. ما همینطور در زمینه راکتور تحقیقاتی تهران میخوایم مطمئن بشیم که ایران به هیچ عنوان بهانه‌ای پیدا نمیکنه که بره به سمت غنی‌سازی 20% و میتونه داشته باشه. و دیگر اینکه مطمئن بشیم که سوخت ایران به هیچ عنوان نمیتونه تبدیل بشه به پلوتونیوم و اون وقت تبدیل بشه به چیزهای دیگه. به همین دلیل هست که ما اون 60 روز رو به اونها دادیم. سوال بعدیتون چی بود؟ آیا فکر می‌کنید اروپایی‌ها دارن وقت می‌خرن با این راه انداختن سازوکار حل اختلاف؟ چه حرفایی با اونا زدید؟ آیا فشار بهشون آوردین که یه کار جدی‌تری بکنن؟ وقتی نگاه کنید به اون قطعنامه 22-21 می‌بینید که مسئله مهمی اونجا است. اونجا گفته شده که چطور اختلاف حل بشه. ایران بارها تعهداتش رو کاهش داده و عملا نقض کرده تعهداتش رو. اونها تلاش میکنن که ایران رو برگردونن به اون توافق. حالا اونها شروع کردن این سازوکار رو. به هیچ گونه فعالیت اتوماتیک به صورت اتوماتیک اتفاق نمیفته. فکر میکنم به نوعی به همه طرف ها این فرصت رو میده که اعضای اون توافق چطور بتونن در نهایت تصمیم بگیرن که آیا میخوان تموم بکنن این توافق رو یا اینکه میخوان باز وقت بخرن. در مورد اون من نمیتونم نظر بدم، باید صبر کنیم و ببینیم. در زمینه نقض اینکه نقض هایی که ایران کرده، گفته شده که شما قبلتر گفتید که به یک توافق جدید داریم نزدیک میشیم. اون این توافق جدید با اون توافق قبلی چه فرقی داره؟ شما الان در مورد دارو هم گفتید که ایرانی ها اینقدر پول رو حروم کردن که
دارو به مردمشون نرسه. حالا چه اطمینانی میدید که این روش جدید دارو رو به مردم میرسونه؟ ببین در زمینه دارو ما یک سازوکاری رو شکل دادیم که دولت سوئیس و بانک سوئیس اونجا هستن و همینطور کمپانی هایی که دفترهایی دارن در سوئیس میتونن از این معافیت ها استفاده بکنن و اون کمپانی هایی که تصمیم میگیرن این کار رو بکنن به شدت تحت نظارت هستن. ایران همیشه قبلا سابقه اینو داره که از این شرکت ها استفاده میکنه. بعد وقتی که این پول و دارو قرار هست بهشون برسه اون وقت اونو تغییر میده شرایط رو و میرسونه به دست کسانی که خودش میخواد یا میفروشتشون که پول بیشتر بگیره. ما میخوایم اینا به دست مردم ایران برسه، بنابراین ما یک نظارت کامل در استانداردهای بالایی رو در نظر گرفتیم که این اتفاق نمیفته و میدونید که همین الان داروهای سرطان داده شده، حداقل در یک شرکت اروپایی این کارو کرده. من فکر می‌کنم شرکت‌های بیشتری جلو میان، ما باهاشون صحبت کردیم برای اینکه بتونیم تسهیل بکنیم کار اونها رو، به خصوص در زمینه دارو و همینطور محصولات دیگه‌ای که لازم هست. ممنونم که در اینجا از این سوال از من میپرسید، ولی ببینید قبلا به ما میگفتید که حتی یه بار هم یک ترانزکشن هم انجام نشده، ولی الان این اولین ترانزکشن انجام شده و بیشتر هم میشه. در زمینه موضع اروپا و آمریکا فکر میکنم این اختلاف نظر بین ما با اروپایی ها هست در مورد توافق هسته‌ای. بوریس جانسون چند هفته پیش گفت شاید باید این توافق هسته‌ای رو بذاریم کنار و یک توافق ترامپی بکنیم. این چیزیه که آقای ترامپ خواسته از کشورهای اروپایی، چیزی ازش باقی نمونده و در طول 8 ماه دیگه هم تمام میشه. ما از اونا خواستیم که به ما بپیوندند، به آمریکا بپیوندند و به سیاست در واقع سیاست خارجی ما فشار حداکثری گذاشتیم روی این رژیم که اونها نتونن پول به دست بیارن و بتونن جنگ‌های نیابتیشون رو پیش ببرن. اونها الان با یه بحران مشروعیت و بحران بزرگی مشروعیت با مردم خودشون مواجه هستن. در واقع تظاهرات و نارامی‌های بزرگی که در 40 سال پیش دیده نشده اونجا برگزار شده. بنابراین ما یک سیاستی داریم که می‌خوایم بازدارندگی رو پیش بیاریم، می‌خوایم ضعیف بکنیم این رژیم رو به لحاظ مالی و گفتیم که می‌خوایم یه توافق بکنیم. اینو بارها خودمون گفتیم، ما دعوت کردیم از اعضای این توافق که اگه میتونن اختلافاتشون رو حل بکنن و اگه نمیتونن اون وقت بیان به سمت اینکه یک توافق بزرگتری رو ما شکل بدیم. دو سوال دارم در مورد اینکه شما گفتید با مردم آمریکا ایستادید. وزارت خارجه آمریکا یک کانالی رو باز کرده و گفته که پیام بفرستید. آیا چیز جدیدی در مورد اون پیام ها دارید و اینکه اونها چی از شما میخوان؟ و در مورد این تمدید 60 روزه آیا این پیامی است که آمریکا داره به اروپایی ها و همینطور چین و روسیه میفرسته که و به اونها بگه که به کارزار فشار حداکثری بپیوندید؟ من هیچ حرفی نمیتونم بزنم در مورد اون پیام ها و هیچ گونه پیام سری هم ما به این کشورهای دیگه نمیفرستیم. آیا آمریکا تهدید کرده که تعرفه وضع بکنه بر کشورهای اروپایی اگه اونها ادامه بدن؟ مت هم همین سوالو کرد دفعه قبل که من اینجا بودم، ولی من گفتم که نمیتونم در این زمینه حرفی بزنم. یک سوال دیگه بپرسم. چرا نمیگین؟ اگر مسئله نمیتونم تاییدش بکنم، نمیتونم ردش بکنم. همین سوال چند هفته پیشم از من پرسیدن، من گفتم که نمیتونم این کارو بکنم. در زمینه این کانال انسان دوستانه شما اشاره کردید به داروهای سرطانی که الان به ایرانی رسیده. میدونین هیچ ایده ای دارین که چند نفر از ایرانی ها از این مسئله سود بردن و اینکه این کانال که باز شده آیا به نوعی دارید یه جایزه ای به
ایران میدید به خاطر اینکه هیچ آمریکایی رو نکشت در عراق در اون حمله اخیرش، و شما گفتید که این کازار فشار ادکسی رو میخوان کشورهای دیگه هم بهش بپیوندن. فکر میکنید واقعا اون تغییر قابل اندازه‌گیری که با به خاطر این فشار حداکثری اتفاق افتاده چی بوده؟ سه تا بار رفته به ایران، رسیده در زمینه درمان بیماری‌های سرطانی بوده، این ترانزکشن‌ها انجام شده. در زمینه دستاوردهای ما وقتی برگردید به اون اول، ما همین استراتژی رو داشتیم. در 2017 آقای رئیس جمهور گفت که وقتی ما خارج شدیم از توافق هسته‌ای با ایران، در همون زمان گفتیم که میخوایم فشار حداکثری اقتصادی بذاریم که در واقع پولی که ایران به دست میاره و در برای فعالیت‌هاش در منطقه رو جلوشو بگیریم، و گفتیم که در کنار مردم ایران ایستادیم. ما داریم سعی میکنیم از راه این فشار به یک راه حل دیپلماتیک برسیم، ولی در این حال بحث بازدارندگی ما کلن از دست رفته بود تحت اون توافق. اگر نگاه بکنین تهدیدهای غیر هسته‌ای که به امنیت منطقه و دنیا ایران ایجاد کرده بود چقدر زیاد بود. اگر بریم تهدیدات رو ببینین، کشتن قاسم سلیمانی آخرین و تازه ترین در واقع مثالی هست از اینکه ما روشن کردیم که یک سال و نیم داشتیم، البته اینو روشن میکردیم براشون، که عواقبی داره برای ایران اگر به ایران به آمریکایی‌ها و شرکای ما حمله بکنه. ما تصمیم قطعی گرفتیم و آقای رئیس جمهور این تصمیم رو گرفت. من فکر میکنم بزرگترین دستاورد ما این هست که این رژیم یک سیستم مارکسیستی بسیار فاسد هست و تحریم های ما خیلی مشخص داره به سمت این میره که پول رو از اونها بگیره، که این پولی که نره خرج حماس بشه، خرج حزب الله بشه، خرج حوثی های یمن بشه و همینطور به سمت مخالفان بحرینی برسه. الان گروه های نیابتی آنها به شدت ضعیف شدن. این رژیم به شدت با کمبود بودجه مواجهه، با کسری بودجه، و اگر نگاه کنید به آمار و ارقام ببینید که این بودجه الان چطور هست و ببینید که چقدر محدود شده دسترسی اونها به پولشون خارج از ایران، و ببینید چقدر این فشارها اثر کرده. فکر می‌کنم تمام اینها قبل از کشتن قاسم سلیمانی بود. الان ما در موضع قدرت هستیم با این رژیم. مردم ایران با ما هستن. دیدید ویدیوهایی که مردم حاضر نمیشن برن راه برن روی پرچم آمریکا. دیدیم که بنرهای قاسم سلیمانی رو بیرون پایین کشیدن، پاره میکردن و حاضر نبودن مرگ بر آمریکا بگن. ما خیلی خوشحالیم و خیلی راضییم از دستاوردهای خودمون. ممنونم از شما. صحبت‌های براین هوک رو می‌شنیدید، مسئول ایران در وزارت خارجه آمریکا. سه نکته داشت در این صحبت‌هاش، سه نکته خبری. یکی این که اعلام کرد که آمریکا تحریم‌های تازه‌ای رو اعمال کرده، تحریم علیه سازمان انرژی اتمی ایران و همچنین رئیس این سازمان علی اکبر صالحی. اما صحبت از این بود که به شرکت‌های اروپایی، چینی و روسی فرصت داده شده، فرصت 60 روزه، معافیت 60 روزه داده شده که بر اساس توافق هسته‌ای به کاراشون در برنامه هسته‌ای ایران در ایران ادامه بدن، که مطمئن بشن که برنامه هسته‌ای ایران صلح آمیزه. نکته دوم، باز کردن کانال تجارتی از سوئیس به ایران برای فروش دارو و مواد غذایی و محصولات کشاورزی. و نکته سوم، جالبتر این که شاید بریتانیا هم بر اساس گفته آقای هوک به فعالیت‌های دریایی در تأمین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس در منطقه بحرین پیوسته. برای بررسی جزئیات بیشتر بهمن کلباسی رو داریم از نیویورک با ما. بهمن، چه فکر کردی؟ خب انتظار می‌رفت که این 60 روز تمدید صورت بگیره. در اخبارم داشتیم که همزمان
با این تمدید شاهد یه تحریمی حال چند ممکنه نمادین باشیم در حالا علی اکبر صالحی و سازمان انرژی اتمی. این مسبوق به سابقه است، دفعات قبل هم که تمدید می کردند این معافیت ها رو برای ادامه همکاری های فنی شرکت های خارجی در برنامه هسته ایران، یکی دو نفر از مقام های ایران یا شاید چه شرکت رو تحریم می کردند که بگن که اون به معنای انعطاف یا تغییر موضع نیست، محاسبات دیگری دست داشته در این تمدید 60 روزه، از جمله اینکه اون شرکت روسی رو باهاش شرکت‌های آمریکایی هم طرف معامله هستند، در نتیجه تحریم کردن اون میتونه یه سری تبعات اینجا داشته باشه، به علاوه که یه مقداری استدلال این که ما میخوایم برنامه ایران صلح‌آمیز بمونه، برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز بمونه، ولی همزمان شرکت‌هایی که دارن کمک میکنن برای صلح‌آمیز ماندن این برنامه رو تحریم میکنیم یا اون فعالیت رو میخوایم متوقف کنیم، یه مقداری در تضاد و تناقض هست. به همین جهت ادامه معافیت‌ها دست کم برای حفظ این ظاهر که دولت آمریکا میگه ما میخواهیم که برنامه هسته ایران صلح‌آمیز بمونه، اون مهمه و تمدیدش از این جهت قابل پیش بینی بود. ولی همزمان در حرفاش هم شنیدیم که گفت که ممکن است آقای پومپئو در آینده اینها رو تمدید نکنه. میدونیم که هم خود آقای هوک هم آقای پومپئو اتفاقا توی بحثایی که در درون دولت بوده علاقمند بودن که به این معافیت‌ها پایان بدن، چون از نظر اونا اینا همچنان باقی مانده های برجام هست و هرچه سریعتر اینا رو از بین ببریم اون وقت امکان این که بگیم برجام دیگه واقعا پایان پیدا کرده یه خورده بیشتر میشه. ولی به هر حال در این مقطع 60 روزه برآیند نیروها این بوده است که اینها رو تمدید کنن. اون چیزی که در مورد بله ببخشید، میدونیم که این تحریم ها علیه سازمان انرژی اتمی و رئیس این سازمان چه محدودیتی ممکنه برای این سازمان و آقای صالحی ایجاد بکنه یا نه؟ هنوز مشخص نیست که چه بخشی از این فعالیت های این سازمان قبلا وجود داشته، یعنی قابل انجام بودی که الان با این تحریم قابل انجام نیست. بسیاری از دستگاه های ایران عملا هر گونه رابطه شون با خارج تحریم شده است و همین جهت به نظر نمیاد که الزاماً این تأثیر مستقیمی روی حتی همین همکاری‌های فنی که وجود داره بذاره، به خاطر اینکه عملاً دارن میگوین اون همکاری‌ها با این معافیت میتونه ادامه پیدا بکنه. تنها به اصطلاح وجه این سازمان انرژی اتمی در رابطه با شرکت‌های خارجی همین همکاری‌های فنی است که شرکتی مثل شرکت‌های روسی مثلا یا چینی دارن انجام میدن. به همین جهت اگر قرار باشه که تحریم کردن این سازمان به معنای قطع اون ارتباط بشه، اون وقت معافی کردن این شرکت ها برای ادامه کارشون در تناقض کامل هست. به همین جهت نمیشه از اینکه این سازمان تحریم شده به این نتیجه رسید که اون وقت همکاری اون شرکت های خارجی به خطر میفته. قاعدتا در این مقطع خطر نمیفته. اون بخشی که در مورد باز شدن کانال مکانیزم سوئیس هست، این هم یه مدتی بود که در داشتن روش کار میکردن. میدونیم که آقای دولت آمریکا و همچنین خود آقای هوک بارها در مورد اینستکس هشدار داده بودن و دلشون نمیخواست که اینستکس اون مکانیزمی که اروپایی‌ها جداگانه وعده داده بودن و عملی نشده تا امروز فعال بشه. اینجا هم اشاره کرد که دیدید اونها یه معامله هم تاله نکردن، این کانال سوئیس کرده. یکی از سوال هایی که در برابر این کانال سوئیس وجود داره اینه که چقدر شرکت ها حاضرن بیان همکاری بکنن، چون باید اطلاعات طرف ایرانی رو کامل بدن به آمریکایی ها. و خب ممکن است که هم در طرف ایرانی هم طرف آمریکایی بعضی شرکت ها یه مقداری مطمئن نباشن که دلشون میخواد بپیوندن به این یا نه و ترجیح بدن با یه چیزی مستقل از آمریکا مثل اینستکس کار بکنن، ولی اون به خاطر همین تهدیدهای آمریکا تالا عملی نشده. ولی به هر حال از دید آمریکایی یه گام به جلوس، به اضافه اینکه از نظر تبلیغاتی هم حالا میتونن بگن که ما همه کاری که باید میکردیم انجام دادیم، در اینجا هر کم بوده دارو و اینا باشه دیگه تقصیر خود ایران هست. بسیار خوب، بهمن خیلی ممنون از شما. بهمن کلبسی از نیویورک با ما بود. از سوئد، از دانشگاه لند، میثم بهروش، پژوهشگر روابط بین الملل با ماست. شما چه فکر کردید وقتی شنیدید که آمریکا سازمان انرژی اتمی و رئیس این سازمان رو تحریم کرده، آقای بهروش؟ بله، ببینید، من تصورم این هستش، خب طبیعتاً ادامه کارزار فشار حداکثریه.
و همونطور که توی اخبار هم اومده بود یک اختلافی بین وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا پیش اومده. انگار وزارت خارجه به رهبری پومپو تاکید داشتن که اینها هم در واقع این معافیت ها هم برداشته بشه و شرکت های اروپایی چینی یا روسی که در واقع اونجا حضور دارن و توی در واقع میدان هستن دارن کار میکنن اینها هم تحریم بشن بهشون اجازه داده نشه، ولی گویا وزارت در واقع حرف وزارت خزانه داری آمریکا این وسط چربیده و حالا بنا به دلایلی که قبلا هم گفتم مثلا این شرکت روسی که خب برای با آمریکا هم همکاری میکنه یا مخالفت برخی از طرفهای اروپایی برجام با رفع این معافیت ها بنا به این دلایل تصمیم گرفتن که فعلا به شکل کژدارمانی حالا یا موقتی قضیه رو ادامه بدن. من تصورم اینه که دلیل در واقع اصلیش همون افزایش فشار بر ایران در حوزه هسته‌ای و همچنین حوزه‌های به طور دیپلماتیک و سیاسی هست. یعنی چیز خاص و عجیبی نیستش که ما با هم ببخشید در مورد این باز کردن کانال تجارتی بین سوئیس و ایران برای فروش دارو، مواد غذایی و محصولات کشاورزی چه فکر کردید؟ به نظر میرسه که این خوب خبر خوبی است برای مردم در ایران. از طرف دیگه شاید آخرین میخ به تابوت اینستکس باشه. بله ببینین، این به نظرم این قضیه ذره خاص‌تر و خب مهمتره و همونطور که بهمن قبلا گفت تا حد زیادی به نظر میرسه که بعد سیاسی و تبلیغاتی داره، چون یکی از انتقاداتی که تا به حال به آمریکا میشد این بود که شما با وجود اینکه میگین ما حمایت میکنیم و اقلام کشاورزی داروی غذایی تحت تحریم نیستن، ولی حتی یک مورد معامله یا تراکنش ترانزکشن صورت نگرفته این وسط. خب الان میتونن راحت بگن که خب بفرمایید این هم از تراکنش های مالی در چارچوب کمک های بشردوستانه و اقلام دارویی. و من تصورم اینه که تلاش آمریکا با این کار این هستش که حالا خیلی عامیانه بخوام بگم دهن اروپا رو ببنده و ترغیب بکنه اروپا رو که در واقع پرونده هسته‌ای ایران رو در سازمان در شورای امنیت سازمان ملل دوباره بازگشایی بکنن. یعنی عمدتاً به نظر میرسه در این راستا هست. بعد این همونطور که گفته شد از اینستکس جدا هست. خب اینستکس به نظر میرسه که دیگه داره از موضوعیت میفته و این رو صرفاً دولت سوئیس هماهنگ کرده. در نهایت من این رو اضافه بکنم که فشاری که در واقع آمریکا میاره، حتی صدای خود مقامات آمریکا برخی از مقامات دولت رو و در کنگره یا این برانور در آورده. بله ببخشید، خیلی ممنون از شما. میثم بهروش از سوئد با ما بود، متشکرم.